بچه ها سلام، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من. میدونم منتظر من بودین، اومدم سری پلوتون. ببین لایک و یاد نره ها، حتما لایک و بزن. میخوام امروز راجع به یه موضوعی صحبت بکنم و اون اینه که ببین دیدی خیلی از چیزها رو بلدی، یعنی گرامر رو بلدی، کلمه رو بلدی، بعد خوبم صحبت میکردی، سپیکینگت هم حالا بد نیست، ولی وقتی که تو دنیای واقعی قرار میگیری یه نفر با تو صحبت میکنه احساس میکنی که خیلی تنده. حالا یا تو فیلم دیدی یا یه نفر با تو صحبت کردی احساس کردی خیلی تنده و متوجهش نشدی. بعد از کسی که پرسیدی گفتی چی گفته، گفتی خب اون که بلد بودم، پس چرا متوجهش نمیشدم. یا اینکه میخوای خودت صحبت بکنی احساس میکنی خیلی کندی یا خیلی بهش میگم لخلخ میکنی، یعنی مثلا دو ساعت میکشی تا حرفاتو بزنی. بعد میخوام بگم چجوری من میتونم روونتر صحبت بکنم و تندتر صحبت بکنم و سریعتر صحبت بکنم. این ویدیو به دردت میخوره. خب ببینید اینجا میخوام بهت بگم نکاتی رو که باید بدونی که نیتیو استفاده میکنن و تو هم میتونی استفاده بکنی برای اینکه هم بهتر بفهمی، همین که خودت اونها رو استفاده بکنی و به کار ببری توی اسپیکینگ. شماره اول، استفاده کردن از مخفف است. contractions مخفف. ببین توی فارسی میخوای بگی من گشنه هستم، میگی من گشنه هستم. منتها تو دنیای واقعی آدما با هم چجوری میگن؟ میگن من گشنمه، من گشنمه. ببین من گشنمه، نشم نمیگی، هستم هم نمیگی، یه دونه همه رو مخفف میکنی و یه توی دهن میگی، میگی من گشنمه، توی سیلاب میگی من گشنمه. توی انگلیسی تو هر زبانی این اتفاق میفته. مثلا I am hungry نمیگن دیگه، I'm hungry اونو توی یه سیلاب میگن I'm hungry. یا You're a student. She's a teacher. She's an architect. کاری که کردم is رو با she که آوردم مخفف کردم، architect با and رو هم یه دونه با هم کردم، An architect. She's an architect. بعد شما ممکنه بگید که an architect چیه؟ من architect رو میدونم، an architect چیه؟ با هم میچسبه، کنار هم خیلی کنار هم استفاده میشه. پس ببین اولا که خودت اینا رو استفاده بکن. حالا نکتهش چیه؟ اصلا ببین چرا این به وجود میاد؟ وقتی که کلاس زبان میری از سطوح پایین که شروع میکنن، خب آروم آروم میگن دیگه I am a teacher, you are a teacher. بعد مثلا 5 سال کلاس رفتی باز میگی you are a teacher. دیگه سعی کن توی لیول های بالاتر اگه از زبان آموزی یه مدتیه که میگذره دیگه سعی کن که مخفف به کار ببری، دیگه دوباره هشرو نکنی She is a blackboard, you are a student. اینجوری سعی نکن بگی، سعی نکن همه کلمات رو یکی هجی بکنی. اول این کار بکن، مثلا فرض کن الان تو داری یه چیزی رو تعمیم میکنی، میگی I am an engineer. خب بعد تونترش کن، I'm مخففش کن، an engineer. اینقدر تمرینش بکن که بتونی تونتر، سریعتر و توی سیلاب های کوتاه‌تر اینا رو جا بدی و مخفف استفاده بکنی. و یعنی میخواهد بگم اگه داری زبان آموزی هستی که چند وقته که دارید آموزش میبینی، میری کلاس تمرین میکنی، دیگه بعد از مخفف ها خیلی استفاده بکنی و فکر نکنی که آپشناله، میتونی استفاده کنی میتونی استفاده نکنی. نه، حتما باید استفاده بکنی، چون آدم ها مخفف میکنن و توی مکالمه از مخفف استفاده میکنن. حالا من توی اینستاگرام مثلا خیلی آروم حرف میزنم، بعد میگن چرا تون حرف میزنی، چرا انقدر آروم و شمرده نمیگی. ببین شما باید سعی بکنی که اصلا انقدر شمرده اولا یاد نگیری و نشنوی هم، و سعی کنی در دنیای واقعی همون جوری که میگن یاد بگیری و بشنوی. شماره دو چیه؟ شماره دو ببین، از کلمات ربط دهنده که استفاده میشه تاکید روشون نیست و خیلی سری گفته میشه، خیلی شل گفته میشه. مثلا I want to study. ببین want to، خب اولا یه دونه تیش خونده میشه، want to گفته نمیشه، I want to. مثل چی؟ دوستت دارم. فارسی میگیم دوستت دارم، دیگه نمیگیم دوستت دارم. و بعد ببین I want to study، خب پس یه دونه تیش گفته میشه و خیلی هم سریع، I want to study. I want to go. I want to watch it. I want to
I want خیلی سریع گفته میشه و شل و بدون تاکید در واقع گفته میشه. چی مثلا تو این جمله مهمه؟ I want to study. Study مهمه. یه انگلیسی زبان میدونه که I want to داره میگه، بر همین اونو خیلی بهش تاکیدی نداره، میدونه اونی که مهمه میخواد بدونه چی میخواد، چی کار میخواد بکنه. I want to eat burger. I want to watch this movie. I want to watch the video. I want to study. این مهمه که میخواد چی کار بکنه. برای همه تاکید رو اوناست. تاکید روی want to و این to نیست. چون همه میدونن بعد want to میاد. برای همین چون این ساختار تو ذهن همه انگلیسی زبون ها هست، دیگه تاکیدی روش نیست. تو فارسی هم همین اتفاق میفته. مثلا میخوام برم مدرسه. میخوام برم مدرسه. این میخوام برم شاید که همه میدونن میخواهم بروم، خیلی کوتاه میشه. میشه میخوام برم. میخوام برم، نمیگی میخواهم بروم، چون همه میدونی میخوام برم چه ساختاری داره. برای همین خیلی کوتاه گفته میشه، بدون تاکید گفته میشه، سریع گفته میشه. 1. I'm busier than a year ago. 2. My life is more stressful than in the past. 3. I work harder than before. 4. I walk and talk faster. 5. I'm not as relaxed as I was a few years ago. نمونه‌های دیگه‌اش مثلا soup or salad. Super salad. کنار هم اور گفته میشه. soup اور salad گفته میشه. کنار هم super salad. یا ببین مثلا کلماتی مثل it, him, her, them اینا هم خیلی ادغام میشه با اون کلمه. مثلا give it to her. ببین give it to her. give it to her. give it to her. give it to her. give it to him. give it to him. give it to me. give it to me. give it to me. به من بده. give it to them. give it to them. I didn't talk to them. I didn't talk to them. ببین دمش بیشتر صدای ام میده. I didn't talk to them. to him. I didn't talk to him. صدای ام میگیره تا دم و اینجوری نیست. I didn't talk to them. اینقدر کلمات زهردار بیان نمیشن. زهرشون مثل آرایش هست. زهر این آرایش رو میگیری، بلند میکنی، بلند میشن تو هم و خیلی نرم و لطیف گفته میشن. حالا ببین چه کلماتی ممکنه بگی؟ مثلا مثل than and can as it up him. اینا در واقع خیلی تو هم ادغام میشن و کنار هم تأکیدی ندارن اینا و سعی تر گفته میشن. حالا ببین تو هم داری تمرین میکنی و سعی میکنی که اینا رو بگی، سعی بکن تو هم اینا رو در هم ادغام بکنی و توی همون کلمه جاد بدی. مثلا pick it up. pick it up. اینجوری نگو pick it up. pick it up. pick it up. can you pick it up for me? I don't give up. نگو I don't give up. I don't give up. Give it to her. Give it to her. Can you give it to her? Can you give it to her? رفتم قهوه بگیرم. بذار تمر زدم میبره زیختم. رفتم قهوه بگیرم. امروز هوا بارونی بود. گفت Do you want it hot or do you want it cold? Do you want it? Do you want it? Do you want it cold? Do you want it cold? یعنی سردش رو میخوای یا گرمش رو میخوای؟ Do you want it cold or do you want it hot? پس ببین it اینجوری نداره دیگه. با هم want it کنار هم قرار میگیره. اما نکته آخر، نکته ایه که میخوای یه سری مخفف ها رو استفاده بکنی و مخفف هایی که خیلی مصطلحه. مثلا به going to میگن gonna. I'm gonna watch this movie tonight. I'm gonna study tonight. I'm gonna eat sushi tonight. I'm gonna have coffee tonight. I'm gonna read books tonight. خب با gonna. یا would مثلا I would study. I'd study. I watch. I would watch. I'd watch. I would هرچی که با would میخواد بیاد I'd بگو. با will. I will watch this movie. I'll watch this movie. همه رو سعی کن که مخفف به کار بری. و
مثلا I should have told you. I should have told you. I should have told you. I could have said that. I could have said that. I could have said that. I would have said that. I would have said that. حالا اینکه گرامر اینا چیه؟ هیچی. فقط من خواستم بهتون بگم که اینا رو هم سعی بکنید که به صورت مخفف به کار ببرید و همه کلمات رو نباید تیکه 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 بگید. ببین باید بدونی که توی جمله کلمات خیلی در هم ادغام میشن و بلند میشن و اونا کلمات اینجوری نیست که همه کلمات همه حروف تلفظ بشه و بیان بشه و ادا بشه. خیلی از این کلمات در هم ادغام میشن. وقتی یه کلمه کنار یه کلمه دیگه قرار میگیره سعی میکنی که اون کلمه رو به هم بچسبونی و ادغامش بکنی. مثلا باز کلمه I decided to watch this movie. I decided to watch this movie. دیگه decided گفته نمیشه. دی آخرش میفته. I decided to watch TV. I decided to watch TV. چرا باز راحت تره؟ به خاطر فقط راحتیش، به خاطر اینکه decided to watch. بچه چوری که آب بخوری اینقدر خسته میشه، اینقدر تلفظ میکنی و فقط یه دونش گفته میشه، فقط تیش گفته میشه. و بعد باز سعی بکنی که نکته آخر اینه که صداهایی که با هم ادغام میشن، که همین که بحث ادغام رو با هم داشتیم، مثلا صدای دی با وای که میاد صدای جه میگیره بعضی وقتا، نه همیشه بچه. این ادغام صداها که میگیم بعضی وقتا اتفاق میفته، نه همیشه. مثلا would you like to watch this movie with me tonight? Would you come to dinner tonight? Would you اینجوری در واقع قرار میگیره. ببین حالا برای تمرین، اگه میخوای تمرین بکنی از روی یه متنی، شاید چه متنی؟ آقا هر متنی که همین الان میتونید گوگل کنی، راجع به هر چیزی گوگل کن و پیدا بکن، یا همه متنی که توی ویدیوهای من میبینی توی قسمت مکالمه مبتدی یا مکالمه پیشرفته کلی متن داره، یا کانال تلگرامم کلی متن داره، اینا رو سعی کن، هیچ متن مهم نیست، سعی کن مثلا یه پاراگراف پیدا کنی، اون پاراگراف رو سعی کن که با این تکنیکایی که گفتم ادغام بکنی، روونتر، تندتر و سریعتر بخونی و همه تکنیکایی که گفتم رو به کار ببری و بعد توی مکالمت هم سعی کنی که همه این تکنیکا رو آروم آروم به کار ببری و همه اینا با هم حاصل نمیشه مثلا یهو بگیم، ولی کوچولو کوچولو اینا رو سعی کن که به کار ببری. به خصوص بچه‌ها فکر می‌کنن که همیشه باید یکی 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 بگن که تو متوجهشون بشه. نه، خیلی وقتا یکی یکی گفتن آدما متوجه نمیشن. شما باید همون شکلی که آدما میگن حرف بزنی. مثلا اگه یه نفر بگه من گشنه هستم، من تصمیم دارم بروم، شاید خواهم بروم، یه ذره برای ما فارسی زبونا شاید گنگتره تا بگه من گشنمه، من میخوام برم، شاید برم. درسته؟ تو انگلیسی هم اتفاق میفته و سعی فکر نکنید که اگه کلمات رو تک تک تلفظ کنید بهتر میفهمنتون. نه، اتفاقا باید بلند شده بگید، چون آدم ها بلند شده حرف میزنن. مرسی که من همراه بودی، میدونم این ویدیو رو خیلی دوست داشتی، برای همین انقدر لایک کردی نه؟ و کامنت برام بذار، منتظر ویدیو بعدی من باش.